مهرزاد بروجردی رئیس دانشکده هنر علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری از میزوری همراه ما هستن. خیلی خوش آمدین. ایران اتحادیه اروپا رو تهدید به قطع روابط کرده. فکر می‌کنین این تهدید میتونه بر تصمیم هفته آینده وزیران خارجه اتحادیه اروپا که قرار یک سری تحریم‌ها رو اعلام بکنن تاثیر بذاره؟ بعد سلام خیر، من فکر نمی کنم که اقدام ایران میتونه عملی باشه. این کاری که دولت ایران کرده یک اقدام فرار به جلو هست برای تهدید کردن اروپایی‌ها که این کارو نکنن، ولی با در نظر گرفتن صحبت‌هایی که وزرای امور خارجه آلمان و بعدم فرانسه کردن، فکر می‌کنم که دوشنبه ما باید انتظار این رو داشته باشیم که اتحادیه اروپا تحریم‌های مشمول بر افراد و همچنین ضبط دارایی‌های یک سری از این کسانی که درگیر بودن در سرکوب مردم رو حتما اعلام خواهند کرد و فکر نمی‌کنم این مسئله به جایی بره. این مقاله پولیتیکا مقاله مهمی است، 4 تا از خبرنگارهای اونا امضاشون زیرش هست و میگن که به اصل نامه‌ای که نوشته شده هم دسترسی داشتن و بنابراین دیدن که دقیقاً ایران چه خواسته‌هایی رو در این رابطه مطرح. آقای بروجردی، معترضان هم خواستار کاهش سطح روابط غرب با ایران هستند. شما فکر می‌کنید که اگر یک همچین اتفاق بیفته این موضوع چه کمکی میتونه به معترضان ایرانی و این در واقع خیزش سراسری ایرانیان انجام بده؟ بله، خب ببین چند تا جنبه داره. اولا اینکه بس اینه که آیا ما بعد از این اگر این تحریم ها حاصل بشه در روز دوشنبه آیا ما راجع به شاهد قطع رابطه دیپلماتیک داریم صحبت میکنیم یا اینکه فقط روابط دیپلماتیک بین این کشورها با هم دیگه سرد خواهد شد. ببینید یک مشکلی که وجود داره برای دولت ایران اینه که خب اگر فکر بکنین بخواد سفرهای اروپایی رو از ایران خارج بکنه برای مثال، تبعاتش چیه؟ تبعاتش بدتر شدن وضع اقتصادی است و حتی اگر این اعتراضات فعلی رو هم سرکوب بکنن باز هم با بد شدن وضع اقتصاد قشرهای دیگری که توی جامعه سر بدیدن بیرون میان. یعنی بنابراین این روال اعتراضهای خیابانی کماکان براشون ادامه پیدا خواهد کرد. از سوی دیگه گذاشتن این تحریما فکر میکنم به غیر از همون مسئله سفر و پول و این چیزها میتونه راه رو باز بکنه برای اینکه دادگاه‌ها اعلام جرم بکنن از طرف خانواده هایی که آسیب دیدن در این مسائل بر ضد افراد دولت ایران که مسئول این مسئله بودن. احتمالاً میتونه به بالا رفتن پذیرش تعداد پناهندگانی که میتونن به اروپا بیان و بگن که پناهنده سیاسی هستن میتونه اون هم کمک بکنه. احتمالاً در حوزه کمک رسانی اینترنتی هم تا حدی میتونن اونها ایفای نقش بکنن. تو این شرایط تکلیف احیای برجام یا حالا هر توافقی بر سر برنامه اتمی ایران به نظر شما چه وضعیتی داره؟ خب ببینین فرستادن نامه به آقای بورل همونجور که مجله پولیتیکو میگه خیلی مهم است. ایرانی که حاضر نیست با امریکا مستقیما مذاکره بکنه دل بسته بود به اینکه اروپایی ها نقش میانجی رو بازی بکنن و حالا اگر اتحادیه اروپا این تصمیمی که میگیره منجر به قطع رابطه این کشورها به خصوص کشور مهم آلمان، انگلیس و فرانسه با ایران باشه، میشه گفت که برجام هم به اصطلاح تحت شعاع اعتراضاتی که در ایران هست قرار خواهد گرفت. در این شرایط که ما پیش رو داریم فکر میکنم خیلی بعیده، همونجوری که از طرف دولت امریکا دیدین که این کشورها با این که مسئله اتمی به نظر من هنوز هم خواسته اصلی اونها هست از لحاظ امنیت ملی، حاضر باشن که با ایران کنار بیان و امتیازاتی در حوزه اتمی بدن.